درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم محمود جعفری معاون سازمان انرژی اتمی حکومت ایران اعلام کرده است که به دلیل مشکلات ارزی و تحریم بانکی توسط آمریکا ممکن است تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر متوقف شود وی در ادامه افسوده است این مشکلات سبب شده تأمین هزینه های بحر برداری، نگهداری خرید قطعات یدکی و سوخت سالانه واحد یکم نیروگاه از جمله انتقال مبالغ ارزی به شرکت های طرف قرارداد در کشور روسیه با مشکل مواجه شود. جفری در ادامه تاکید کرده است در صورتی که راهکاری فوری برای حل مشکلات مالی پیدا نشود به احتمال بسیار تولید برق واحد یکم نیروگاه بوشهر و فعالیت این نیروگاه در سال جاری متوقف شود. این هشدار در حالی بیان می شود که یک بار دیگر نیز در اسفند ماه 97 سخنگوی سازمان انرژی اتمی مسئله مشابهی را مطرح کرده بود. در آن زمان مشکلاتی از قبیل پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران رقم پایین بودجه و عدم حمایت دولت مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه این خبر آمده است که این نیروگاه طی سالهای گذشته تحت تحریم های دولت آمریکا قرار داشته اما همکاری کشورهای دیگر با آن مشمول معافیت های موقت از تحریم بوده که سوی واشنگتن تمدید می شد. سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از طریق روسیه تامین می شود و تامین آن به همراه قطعات و سایر پشتیبانی ها به صورت بین‌المللی با تحریم های بانکی دچار مشکل شده است. روسیه پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر بود که راه اندازی آن با سالها تأخیر مواجه شد و نهایتا در سال 88 صورت گرفت این در حالی است که ساخت نیروگاه در سال 54 و با دستور محمد رضا شاه توسط شرکت های آلمانی آغاز شده بود برق تولید شده در این نیروگاه از سال 90 در مدار کشور قرار گرفت به گفته معاون سازمان انرژی اتمی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشه در پنج سال گذشته حدود دو تا دو چهار درصد برق کشور را تأمین کرده است. در تاریخ مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی یک نکته را می توان به عنوان نقط ضعف جدی شناسایی کرد. ناتوانی از برقراری ارتباط تحصیل گذار برون با درون کشور. تردیدی نیست که از همان سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی نارضایتی از این رژیم در درون کشور وجود داشت. این نارضایتی پس از مرگ روح الله خمینی در سال 68 کم کم میدانی نیز پیدا کرد. اعتراضات مشهد، اسلام شهر، قزبین، سه اعتراض خیابانی برجسته نیمه نخست دهه هفتاد شمسی بودند که اگرچه خواستگاه های اعتراضی متفاوتی داشتند ولی تابوی اعتراض خیابانی علیه رژیم مستقر در تاریخ جمهوری اسلامی را شکستند. خیزش دانشجویی تیر ماه 78 نیز بیان سیاسی نارضایتی های تلمبار شده در آن سالها بود. تردیدی نیست که مخالفان و مبارزان بیرون کشور نیز به میزان بالایی هماوایی و همصدایی با چنین اعتراضاتی داشتند ولی همانطور که در آغاز گفتیم به و دلایل از برقراری ارتباط تصویر گذار با درون کشور ناتوان بودند در اینجا در صدد شناسایی چرایی آن ناتوان نیستیم ولی در این حال باید اذعان کرد که این ضعف اکنون بسیار کمرنگ شده است گسترش تلویزیون‌های ماهواره‌ای، ظهور شبکه‌های اجتماعی و در واقع انقلاب ارتباطی که طی 20 سال اخیر روابط انسانی را تحت تحصیل قرار داده است روابط مخالفان و مبارزان بیرون و درون کشور را نیز بسیار متأثر کرده است و جمهوری اسلامی را با چالشی سخت و سهمگین مواجه کرده است ارتباط روزافزون بیرون و درون کشور بلای جان رژیم شده است ارتباطی که اگرچه میتوان آن را ضعیف کرد ولی قطع شدنی نیست کارزار نه به جمهوری اسلامی یک از نمونه های برجسته ارتباط مبارزان درون و بیرون ایران است. این کارزار که از اسفند 99 کلید خورده است، عملا از درون کشور آغاز شده است. همه گیری ویدیوها و تصاویری که در آن افراد شعار نه به جمهوری اسلامی را در دست گرفته بودند، به کارزار بی سابقه در خارج از کشور تبدیل شد. در زمانی بسیار کوتاه در خارج از کشور همگیر شد و بیانیه کوتاه و مشترک در حمایت از این کنش شهروندان ایرانی تهیه شد و بیش از 600 تن نام خود را پایان بیانی نهادند. همگیری این کارزار بسیار برجسته بود و در تعداد کسانی که به آن پیوستند نمود دارد. تا کنون نیز این پویش کماکان ادامه دارد و همچنان افراد نام خود را پای بیانی این بیانی میگذارند. این همگیری ولی صرفا از لحاظ عددی برجسته نیست. نکته بسیار برجسته دیگر در این کارزار ملی وجه کیفی ماجرا است که از دو جنبه قابل بررسی است اول اینکه چهره های نام خود را پای این متن نهادند که در جبه های مختلف فکری سیاسی قرار دارند جبه که تا بعضا رقیب سیاسی یکدیگر محسوب می شوند. دوم اینکه مشهورترین چهره های سیاسی فکری ورزشی و هنری ایرانی پذیرفتند پای این متن را امضا کنند در طیف فکری میتوان از چهره های شاخصی همچون آرامش دوستدار اسماعیل خویی، تورج عطابکی و جلال ایجادی نام برد. نام پر آوازه ترین چهره های هنری ایران از داریوش اقبالی و ابراهیم حامدی تا گوگوش و شاهین نجفی و اسفندیار منفرد زده و حتی نام ورزشکاران ناراضی و نیز نظامیان دوره شاهنشاهی نیز در این متن برجسته است. چهره های سیاسی برخواسته از جبه بندی های چپ و راست نیز این متن را امضا کردند فارغ از اینکه به عنوان مثال دوگانی پادشاهی خواه جمهوری خواه در این میانه بخواهد نقشی شکاف بازی کند در این کارزار اتفاق بی سابقه نیز رخ داده است شاهزاده رضا پهلوی نیز نام خود را کنار دیگر امضا کنندگان قرار داده است کنار نام کسانی که بعضا اکنون جز به منتقدان نظام پادشاهی و حتی شخص او محسوب می شوند. این رخداد به تنهایی اهمیت این کارزار را دوچندان کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در سال 99 نیز با صدور پیام پیمان نوین تنها یک دوگانه را در قالب یک پرسش به رسمیت شناخته بود ایران یا جمهوری اسلامی او از همه خواسته بود مسئولیت فردی خود در قبال مبارزه با جمهوری اسلامی را بپذیرند او خود با امضای بیانیه نه جمهوری اسلامی همراه با صدها تن دیگر نشان داد که پای حرفی که در پیمان نوین زد ایستاده است و دوشادوش هممیهنان خود برای رهایی ایران از جمهوری اسلامی تلاش می کند. ولیعت ایران همه بهانه ها را از مخالفان خود ستانده است وجه دیگری که از این کارزار کمتر مورد توجه قرار گرفته دقیقا وجه کمپینی آن است بیشتر بیانی های سیاسی که طی سالهای اخیر به جمعآوری امضاها در سطح کلان دست میزدند خود را در قالب یک خواست مدنی مطرح میکردند ولی در اینجا ما با یک کارزار سیاسی روبرو هستیم که نه تنها از کسی خواسته ای ندارد بلکه سراحتا از لزوم تلاش و همبستگی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میگوید به این بخش از بیانیه کوتاه دقت کنید این صدای مردمی است که عزم جذب کردند تا بساط جمهوری اسلامی این مانع اصلی دستیابی به آزادی رفاه دموکراسی پیشرفت و حقوق بشر را برچینند سراحت شعار این کارزار نیز قابل توجه است و اینکه صدها شهری سیاسی و غیر سیاسی نام خود را پای چنین متن سریح و بیتعارفی نهادند قابل توجهتر. ساده بودن شعار این کارزار نیز دیگر وش ارزشمند این کارزار است سادگی ولی در عین حال سراحت این شعار موجب می شود افراد شناختی بسیار زود از هدف کارزار پیدا کنند و تصمیم خود را برای همراهی یا عدم همراهی با آن بگیرند. بر اساس چنین سادگی و سراحتی خطکشی پیرامون این کارزار نیز بسیار روشن است. به بیان دیگر و ساده این کارزار فرصت وسط بازی نمی دهد. شما یا به جمهوری اسلامی نمیگویید یا آری می گویید. میان این دو انتخاب هیچ انتخاب دیگری وجود ندارد. در واقع باید اذعان کرد که این کمپین تجسم علمی مفهوم اتحاد اپوزیسیون است که سالهای سال توسط چهره ها و گروه های مختلف سیاسی در گروه های مخالف خارج کشور مطرح میشد ولی هیچگاه نمود عینی به خود نمی گرفت. نگاهی شاهزاده به کمپین را از خلال پیامی که او درباره این کمپین صادر کرده می توان دریافت. او در بخش از پیام خود میگوید گوید همسوی نیروهای سیاسی میهندوز در کمپین نو جمهوری اسلامی گام نخست در مسیر همگرایی آنان است امیدوارم که این نیروها از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند و گام های بعدی را برای رسیدن به هدف اصلی که همان نجات ایران است مصممتر بردارند بدیهی است که این همسویی سیاسی و وجه نمادین اعتلاف زمان جنبه عملی تر به خود میگیرد که بتواند ضمن حفظ تداوم خود این ابرکارزار را به کارزارهای خوردتر و عملیتر تقسیم کرده و بروندادهای امید بخشان را به سوی هدف نهایی که سرنگونی جمهوری اسلامی باشد هدایت کند این وش از کارزار نو جمهوری اسلامی می تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار